دوستان عزیز، تمام افرادی که در رشته شکار و تیراندازی به شکل حرفه‌ای فعالیت دارند و کلوپ‌های تیراندازی به عنوان استاندارد از ساچمه اگزاکت استفاده می‌کنند، به خاطر اینکه یکی از دقیق‌ترین و بهترین ساچمه‌های حال حاضر در دنیاست. به طور کلی ساچمه‌های خارجی که در بازار به فروش می‌رسه، مثل مدل‌های باراکودا، دایانا و مدل‌های مختلف، از کیفیت خیلی خوبی برخوردار هستن، ولی هیچ کدومشون به دقت و قدرت ساچمه اگزاکت نیستش. این ساچمه در وزن‌های مختلف ساخته میشه. سنگین‌ترینش و محبوب‌ترینش مدل جومبو هیوی هستش، ساچمه 18 گرینی. باز میکنم. در بسته‌های 200، 250، 300 و 500 عددی در کالیبرهای مختلف، این الان کالیبر 5.5 هستش. همینجور که می‌بینید شیپ و طرح ساچمه بسیار دقیق. این ساچمه توپر هستش، همینجور که می‌بینید از تقریبا میشه گفت که 2/3 از داخل توپر هست، برای همین وزن خیلی زیادی داره. و اما مدل جامبو مونستر تقریبا میشه گفت که کمی از مدل قبلی وزنش کمتره، ولی از نظر شکل ظاهری من بهتون نشون میدم تفاوتشو. خب میبینید که این به این شکل ساخته شده. این به گفته تیراندازان این طرح باعث میشه که این کمتر تو هوا منحرف بشه و از دقت خیلی زیادی برخوردار. ولی اونایی که در رشته تیراندازی فعال هستن میگن که شما با ساچمه مختلف تیراندازی کنید و ببینید که چه ساچمه با تفنگ شما بهتر هدف رو میزنه و از همون ساچمه همیشه استفاده کنید، چون از بین تمام این ساچمه‌ها ممکنه یکیش به تفنگ شما خیلی بهتر از بقیه جواب بده. برای این کار شما چه با دوربین چه بدون دوربین از یک فاصله ثابت سیبل هدف و تفنگ اول ثابت میکنید و 5 تیر با هر کدوم اینا به سیبل شلیک میکنید. اونی که بهتر دقیقتر میزنه اون ساچمه ای است که به تفنگ شما جور در میاد یا سازگاره. خب دوستان، من ساچمه کوبرا رو بهتون نشون میدم. زمانی که این تفنگ میخریدم، این باکس به اصطلاح ساچمه کوبرا، من جلدش رو دور انداختم دربشو، به شکل مجانی داخل تفنگ بودش. همینجور که میبینید این ساچمه کیفیت خوبی داره، ولی به هیچ وجه قابل مقایسه با ساچمه اگزاکت نیستش، از چه از نظر دقت و چه از نظر وزن و حتی از نظر به اصطلاح دقتی که در ساخت ساچمه به کار بردن. و اما مدل جامبو 20 به این شکل من اینو مقایسه میکنم با مدل قبلی. همینجور که میبینید طول بلندتری داره، ولی از نظر وزن با ساچمه قبلی فرقی نداره. این ساچمه تقریبا توپر ساخته شده، همینجور که میبینید. خب بعد اینجا جامبو مونستر. خب این مدل جامبو مونستر من باز میکنم. خب این مدل
جامبو مونستر هستش. وزن این ساچمه 1.645 گرم، 1000 گرم ببخشید، تقریبا 1.5 گرم، بیش از 1.5 گرم وزن این ساچمه هستش. خب این ساچمه هم اینجا باشه و اینم ساچمه استاندارد مدل اکسپرس. این ساچمه وزنش یکم کمتر از 1 گرم، برای همین برای کسایی که نیاز به سرعت بالا دارن این از این ساچمه استفاده میکنن، چون وزنش کمتر از مدل های قبلی، سرعت این تیر این ساچمه بیشتر از بقیه هستش. شکل ظاهریش به همین شکلی که میبینید. خب این مدل هم اینجا باشه. خب دوستان این تمام مدل های اگزاکت بود. من مدل ساچمه کالیبر 6.5 هم دارم. کالیبر 6.5 وزنی معادل 2 گرم و 20 گرم. بازش میکنم. خب همونجور که میبینید کالیبر 6.5 از وزن و اندازه خیلی بزرگتری نسبت به کالیبر 5.5 برخوردار. من دوتا رو با هم مقایسه میکنم جلوی دوربین. بهتره که به این شکل. خب دوستان تفاوت کالیبر 5.5 با کالیبر 6.33 رو اینجا میبینید، یا 6.34. سعی کنید هرگز از ساچمای ایرانی استفاده نکنید، چون این ساچما علاوه بر این که اصلا از بستلا هر کدومش با نوع دیگهش تفاوت داره از نظر ساختار سازی، همین که این ساچمه ها به قدری سبک هستن که تفنگ انگار که خالی داری شلیک میکنید، و این ممکنه اگه تفنگتون خیلی قوی باشه ممکنه فنر پیستون تفنگتون سریعا دچار استهلاک بشه. خب من این ویدیو رو اینجا قطع میکنم. این توضیحی بود در مورد ساچمه و ساچمه های مختلف تفنگ های بادی. این ساچمه ها کالیبر های مختلف داره، از 4.5، 5.5، 6.5، 6.34. همینجور که میبینید کالیبر 6.35 معمولا به اسم 6.5 تو ایران مرسوم هستش، و همینطور کالیبرای 7، 8، 9 میلیمتر و الی آخر، تا حتی تا کالیبر 12 میلیمترش هم در بازار موجود هستش. خب من این ویدیو رو اینجا قطع میکنم. امیدوارم که مورد نظرتون قرار گرفته باشه، و تا ویدیوی دیگه همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.